با سلام به شما، به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید شالنگی هستم و این بار از واشنگتن با شما عزیزان خواهیم بود. بررسی میکنیم آخرین رویدادها و تحولات مهم در عرصه داخلی ایران و در عرصه منطقه‌ای و بین المللی آنچه را که مربوط به ایران و مردم ایران می شود. دارایی های تحت کنترل آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سر به ده ها میلیارد دلار می زند. منتقدین آیت الله خامنه ای می گویند ثروت اندوزی بیت رهبری در جمهوری اسلامی همزمان با افزایش کارتون خواب های تهران و شهرستان ها انجام میپذیرد. آن سوتر مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب بازتاب های همچنان گسترده ای مییابد. پاره این مذاکرات را با شکست تعبیر کردند و این در حالی است که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید موفقیت‌های مذاکرات ژنو شبیه معجزه بوده. برخی از منابع اسرائیلی خبر می‌دهند که هزینه برنامه اتمی ایران تا کنون بیش از 100 میلیارد دلار بوده است. و اعدام‌های اخیر در ایران با واکنش‌های گسترده نهادهای بین‌المللی حقوق بشر روبرو شده است. با من و شما هستند در استودیوی ایران فردا لندن آقای دکتر علیرضا نوری زاده و در واشنگتن آفیسش از شما به خاطر نقطه بنده از شما پوزش میخوام آقای چالنگی بفرمایید. بله گفتن آقای چالنگی نقص فنی. من ضمن عرض ادب و سلام به شما، این مشکل اسکایپ رو داریم، مسئله فنی که گاهی اوقات تصویر فریز میشه و از این بابت بنده پوزش میخوام. گناهش هم بیشتر به گردن منه چون باید هرچه زودتر استودیوی واشنگتن رو به راه بیاندازیم و این کار رو ما حتما خواهیم کرد. آقای چالنگی با خیال راحت در واشنگتن بتونن مهمانانشون رو بیارن و ازشون در اونجا سوال کنن، پرسش کنن که شما بسیار به برنامه تفسیر خبر دل بسته اید. این رو من میدونم. حالا بنده اینجا نشستم تو استودیو، میهمان عزیزمون دکتر سازگارا در با اسکایپ هستن و آقای جمشید چالنگی مسئول برنامه هم در اونجا. بنده یک بار دیگه از آقای چالنگی پوزش میخوام، البته باید گریبان خط تلفن رو گرفت. ببخشید آقای چالنگی. آقای نوریزاده با سلام و سپاس، من از شما عذرخواهی میکنم، حالا این اتفاق افتاد در رو میبخشید. به هر حال تلویزیون تلویزیون مردم هست، خودشون به ما خواهند بخشید. پرسش نخستین من از اینجا آغاز کنیم که ثروت اندوزی بیت رهبری، این آماری که رویترز خبرگزاری رویترز منتشر کرده تا چه اندازه قابل اعتماده؟ 95 میلیارد دلار سرمایه بیت رهبری. جناب چالنگی من مجدداً ضمن عرض سلام به شما و دکتر سازگارای عزیز و بینندگان تلویزیون ایران فردا باز یک پوزش دیگه هم میخوام و عرض میکنم. حضورتون عرض کنم این چیز جدیدی نیست، یعنی این چیزی نیست که ما نمیدونستیم. حالا خب رویتر وقتی میاد میگه دو تا سه تا هم فایل براش باز میکنه بیشتر مورد توجه قرار میگیره، در سطح بین المللی پخش میشه. در ستاد فرمان امام، همه ما ستاد اجرایی فرمان امام همه میدونستن و دکتر فرابش کارشناس اقتصادی ما آمار دادن که 40% از اقتصاد کشور در اختیار آقای خامنه ای است و ایشون بدون اینکه یک ریال مالیات بدن
این ثروت عجیب در اختیارشون. صحبت از 5 میلیون سند مالکیت به نام آقای خامنه ایست، صحبت از 30 وکیل دعاوی است که در خیابان بخارست در کنار هم دفتر دارن و فقط کارشون رسیدگی به این امور مربوط به ستاد اجرایی است، صحبت از حضور آقای مجتبی و مصطفی خامنه ای است در ورای این تشکیلات. آقای خمینی این تشکیلات رو به راه انداختن که رفع ظلم بشه، یعنی حرف آقای خمینی این بود یه تشکیلاتی را بندازید، خیلی از این اموالی که مصادره یا توقیف شده باید به صاحبانش برگرده. در زمان آقای خامنه ای اینجا تبدیل شد به بنگاه پولسازی. فکر کنید خانه کسی رو مصادره کرده بودن، بعد پا میشد میرم میگه آقا من مریض بودم، بچه هم رفت بودم ببینم خونم بسیار عالی، تشریف بیارید اینجا. 40% وکیل میخواست، وکیلی که همدست اینا بود. از اون طرف میمدن میگفتن که دوتا خمس باید بدی، دوتا خمس میداد. بعد میگفتن بابت هزینه نگهداری هم باید 20% بدید. آقا تو خونه منو مصادره کردی، 20 سال اجاره دادی، از اجارش استفاده کردی، حالا از من 20% هزینه نگهداری میخواد چون یه بار نقاشی کردی. به این ترتیب ناعادلانه ترین وضعی که ممکنه در مورد اموال مردم باشه که در هیچ جنگلی تو آفریقا این معمول نیست، در ایران معمول شد. آقای خامنه ای مصادر ثروت دیگری هم دارن. بنده موافقم با آقای حداد عادل که ایشون نون و پنیر میخوره، حد اکثر یه چلو مرغی و یه نمیدونم حالا کله جوشی و اشکنه و یه چیزی میل میفرمان. بنده میگفتم ای کاش غذای ایشون رو از لبنان، از یلدزیار، معروش لندن، غذای حلال میخوان، یا حتی از ماکسیم میووردن، هزینش خیلی کمتر بود تا اینکه 1 میلیارد دادن بده به حزب الله که بره تو سوریه آدم بکشه. اینه که این ثروت عظیم در اختیار آقای خامنه ای بدون هیچ حساب و کتاب فساد میاره و به همین دلیل هم است که میگوین فاسدترین دستگاه مملکت ستاد اجرای فرمان امام است. بله آقای سازگاره عزیز، سلام به شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی و آقای دکتر نوروزاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای سازگار ظریفی چنین میگفت، نه آقای ظریف وزیر خارجه، میگفتش که الان زمان اون رسیده که دوران طولانی آقای خامنه ای و دیگران از خمس و زکاتی دریافت میکردن، الان وضعیت جوری شده که ظاهرا باید روحانیون حاکم خمس و زکات به مردم بدن. این شیوه زندگی رو شاید برای حل مسائل اقتصادی، این شیوه ثروت اندوزی رو، ممکنه که این ثروت در راه مردم باشه، ما عادلانه باید قضاوت کنیم، واقعا در راه مردم صرف میشه چون این ثروتی، چون این مکنتی؟ حالا البته اون ظریفی که جواد ظریف هم نیست و اینو میگفته یه چیزی رو یادش رفته و اون این است که یه بار همین آقای قرائتی خودش میگفت، میگفت ما از دست ما آخوندها چیزی بیرون نمیاد، ما دست بگیر داریم و دست بده نداریم، بنابراین منتظر دریافت وجوهات و خمس از روحانیون نباید باشه. ولو اینکه 95 میلیارد دلار فقط یکی از دستگاه‌های زیر نظرشون قیمت داشته باشه، واقعا آقای چالنگی به نظر من رویترز کار کارستانی کرده. امثال آقای دکتر نوری‌زاده که تخصصی دارن تو این کار، سالها کار کردن، بارها این مطالب رو نشون دادن، مطرح کردن با سند با مدرک. ولی اینکه یک خبرگزاری خارجی و غیر ایرانی کار تحقیقی مفصلی کرده، نزدیک به 6 ماه 3 تا خبرنگارش کار کردن، با صدها نفر صحبت کردن، مدارک اسناد از اداره خزانداری آمریکا گرفتن، از دستگاه‌های مختلف جمع‌آوری کردن و حاصلش یک گزارش مفصل تحقیقی شده که روی سایت رویترز به زبان انگلیسی و فارسی هم موجوده. من واقعا همه بینندگان رو دعوت میکنم که این گزارش رو بخونن، برای اینکه دقیق و مفصل و نشان میدهد که چگونه در واقع آقای خامنه‌ای یکی از امپراتوری‌های زیر
نظرش یعنی ستاد اجرایی فرمان امام 52 میلیارد دلار تقریبا املاک مردم رو گرفته و 43 میلیارد دلار هم حجم برآورد ارزش سهامش و مالکیتش در کارخانه ها و پروژه های کشوره که یکیش مثلا فرض کنید شرکت مخابرات یا بانک پارسیان یا بانک پاسارگاد یا بانک کارآفرینه و واقعا جا دارد که مردم به اینها قهر کنند و پشت بکنند برای اینکه هر یک دلاری که ثروت دیکتاتور ایران کم بشه ازش توانش پایین میاد. به هر صورت به نظرم بسیار بجاست که لیست شرکت ها و اموال و کارخانجات آقای خامنه ای هرچه بیشتر منتشر بشه تا مردم بدانند که حضرات که ادعای پیروی از خلفای راشدین به خصوص خلیفه چهارم رو دارند چگونه مساوی شدن با زرندوزترین خلفای بنی عباس و بنی امیه. آقای نوری زاده، میدونیم شاعران ایرانی اونها که مدیح سران نیستند در ولایت فقیه وضعیت خوبی ندارن، هیچ وقت هم چشم به دست گشاده تو حکومت ها اگر دست گشاده هم داشتن نداشت. در این میان دوست مشترک ما احمد کسیلا در گذشت، شاعر عزیز، انسان وارسته و دوست داشتنی، من قصد داشتم در آغاز برنامه اشاره بکنم به احمد عزیز و تسلیت بگیم به خانوادهشون. میدونم شما در برنامه تون اشاره کرده بودید و به طور مفصل در اینجا نیز یادی از ایشون میکنم. آقای نورستان. بله، احمد برای من و شما حداقل سالها زندگی است، به خصوص اون سالهایی که شب و روز با هم بودیم. برنامه گروه فرهنگ و هنری که زنده یاد نادرپور اداره میکرد و ما همه عضوش بودیم، و البته احمد رو اینطور شکسته نمیدیدیم، جوان و خوشتیپ و گویا و پرتحرک. بخوان بخوان که صدایت صلای هستی ماست. و رشید و بلند احمد، نسل سپانلوی عزیزه که پایدار باشد. و بد جوری احمد رو خاموش کردن، صداش رو بریدن، کتابش رو اجازه چاپ ندادن و در سختی احمد خاموش شد. به بانوی او و دو فرزند نازنینش و برادر و خانوادش من هم مثل شما دوباره صمیمانه تسلیت. پارمیس و افشین عزیز، فرزندان احمد کسیلا که میدونیم در جمهوری اسلامی باز همکار عزیز ما حسین منزوی گرامی غزل سرای بزرگوار نوری زاده در تنگ دستی جان رو ترک کرد، در خونه حسین منزوی هم عرض کنم ویران کرد که میتونست اثر ملی باشه. اما در این میان آقای نوری زاده، با گفته میشه منابع اسرائیلی گفتن بالای 100 میلیارد، نزدیک به 170 میلیارد دلار هزینه تاسیسات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شد. آیا واقعا چون این هزینه لازم بود از صفحه مردم؟ آقای چالنگی، رقم عجیبه. دوست عزیزمون آقای میبودی هم اتفاقا این سوال از من کردن. واقعا قبل از این گزارش برداشت من این بود که 20 میلیارد دلار احتمالا خرج شده، ولی الان وقتی هزینه تولید ساخت یک سانتریفیوژ رو جلو میگذارم، میبینم احتمالا اسرائیلی اگر یک ذره مبالغه کرده باشن خیلی مبالغه نکردن. بعد باجهایی که اینا دادن، یعنی عبدالقادر خانی که به میلیون ها دست پیدا میکنه، تکنیسیان ها، کارشناس های پاکستانی، اوکراینی، بلاروس، روسی، چینی، کره شمالی، اینا هر کدوم از تصدق حماقت های تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به میلیون ها رسیدن. و جالب اینه که جمهوری اسلامی هزینه تاسیسات اتمی سوریه رو هم که اسرائیل بعد از پناهنده شدن علیرضا عسکری، سردار عسکری، معاون وزارت دفاع به امریکا، به اون دست پیدا کرد، اونو ویران کرد. خب پول ما بود رفت. و متاسفانه
پایان اینا رو من دور نمی بینم که مثل قذافی علا رقم همه این هارت و هورتا دست و بالا ببرن و یک جا این تأسیسات رو تسلیم بکنن، چون از اولین معمار ولایت فقیه بنا رو کج گذاشت و چون کج گذاشت کجم بالا رفت و هنوزم که هنوز علا رقم همه قسم هایی که میخورن این دم دم خروس قسم حضرت عباسشون رو باطل میکنه و نشون میده که اینا در سر چیز دیگری دارن. آقای سازگار، در مورد مذاکرات اتمی یاری این عقیده هستن و عقیده نیست در واقع، با استناد به اون چی که در مذاکرات ژنو رویداد این تعبیر و تفسیر رو دارن که مذاکرات به جایی که باید نرسیده، یعنی به موفقیتی نداشته. اما محمد جواد ظریف و برخی دیگه میگن که نخیر، قدم های اساسی برداشته شد و رو به موفقیت حل مسئله اتمی ایران داره. کدوم طرف درسته؟ اولا واقعا بعد از آقای ظریف خواهش کرد که تو رو خدا ایشون دیگه کارش به معجزه بودن و امام زمان و اینا نرسه، به قدر کافی احمدی نژاد و دار دستش پای معجزه و امام زمان و اینا رو پایین کشتن، ایشون سرش بندازه پایین و کار دیپلماسیشو بکنه. ثانیا یک نکته هم عرض بکنم، به نظر من این عدد 170 میلیارد دلاری که یک مقام اسرائیلی برآورد کرده هزینه پروژه هسته‌ای ایران بوده و گفته 40 میلیارد دلارش مستقیم هزینه پروژه بوده و 130 میلیارد عدم و نفع و تنگناهای اقتصادی بوده که برای ایران ایجاد شده، عدد کمیه که برآورد کرده. من اون 40 میلیارد دلارش رو کاری ندارم، چون نمیدونیم اعداد ارقامو که الحمدلله منتشر نمیکنم ببینیم این پروژه تا الان چقدر خرج داشته، ولی 130 میلیاردی که محاسبه کردن فقط کاهش درآمد نفت ایران یا سایر صادرات ایران به دلیل تحریم ها، این فقط یک قلمه آقای چالنگی. ما میلیاردها دلار بیش از این به دلیل تحریم های بانکی تجار ما ناچار شدن با 14% 15% افزایش پرداخت گشایش اعتبار کنن، اینم یک ضرر بزرگه. و پروژه های نفتی و گازی کشور که کار نکرده به اشکال خورده و کارخانجات ما که میخوابه، به نظر من اگر هزینه ملی واقعی این پروژه بی سرانجام و هوس بی سرانجام آقای خامنه‌ای را اندازه بگیریم، ای بسا سر به 400-500 میلیارد دلار بزنه هزینه این که به کل کشور تحمیل کرده ناشی از تحریم ها و فشارهای اقتصادی. ولی مذاکرات ژنو آقای چالنگی علی رغم اینکه محرمانه بوده، ولی الان با اظهارات اکثر وزرای خارجه تقریبا معلوم شده در ژنو چه گذشته. در ژنو وندی شرمن و خانم اشتون در واقع یک پیشنویسی رو فراهم کرده بودند که یه مقداری شل بوده و متضمن شناختن حق غنی‌سازی ایران تلویحاً بوده. آقای ظریف هم تلویحاً قول داده بوده که سنتریفوژها رو ایران کاهش میده. به این دلیل خانم اشتون ظاهراً تلفن میزنه به وزرای خارجه که بشه تابید که داره به نهایی نزدیک میشه، همه بیاین که امضا میکنیم و از در ژنو توافقنامه بیرون بیاد. ظاهراً آقای لوران فابیوس که به سرعت خودشو به ژنو میرسونه شرطی رو میگذاره وسط روی اون پیشنویس مورد توافق آقای ظریف و خانم اشتون که میگه هم آبسنگین عراق، راکتور آبسنگین عراق باید متوقف شه و هم بلا فاصله غنی‌سازی 20% باید متوقف بشه. به اینجا که میرسه در واقع بین 5+1 به نوعی اختلاف میشه. سرانجام 5+1 موفق میشن تو خودشون مشکل رو حل بکنن، یک پیشنویس واحد روی میز ایران میگذارند که اون پیشنویس در واقع آقای ظریف میگه که من حالا دیگه اختیار ندارم، باید برم تهران کسب تکلیف کنم. ظاهرن از همونجا هم زنگ میزنه با آقای روحانی و از آقای خامنه‌ای وقت میگیرن و رفتن و صحبت هم
کردن مگر آقای استاد برای نگفتن که مستقل هست، تمام قدرت و تمام اجازه ها و اختیارات تام داره دولت های روحانی، اینو اعلام کردن در مذاکرات اتمی. معنیش این بود که دیگه نه خیر اصلا اختیاری ندارن. در واقع اختیاری که دادند این است که اصرار کردن که ابتدا دو نکته رو غربی ها باید در پیشنویس هر توافقنامه‌ای بنویسن، یکی این که حق غنی‌سازی ایران رو به رسمیت میشناسن، دوم که تحریم ها رو بر میدارن. غربی ها هم ابا دارند از این که این رو بنویسن، اول به ایران میگن تو اول باید متوقف کنی همه چیز رو، ما بهت اعتماد نداریم و ما هم راست آزمایی کنیم ببینیم داری این کارا رو میکنی، آخر سر میتونیم بهت اجازه بدیم محدود یک مقداری از غنی‌سازی رو ادامه بدیم. بر صورت این توافق الان توپ در زمین آقای خامنه‌ای و باید دید که هفته آینده که دور بعدی هست دیگه در سطح وزرا هم نیست، آیا ایران چه تصمیم میگیره؟ کوتاه میاد در واقع این جام زهر آقای خامنه ای میخوره یا نه با این جفسازی ها نمیخوره و بعد خدا میدونه بعدش چی میشه. آقای نوری زاده در همین زمینه اگر سخنی هست و اگر بله. من یه پرسش دارم در مورد ابعاد فساد. ببینید صندوق بین المللی پول یه گزارش تازه منتشر کرده چندی پیش که در اونم اعلام کرده که ذخایر ارزی ایران فقط کفایت میکنه برای 14 ماه بله. واردات. ما میخوایم ببینیم این اقتصادی که راجبش صحبت میکنه 95 میلیارد دلار بیت رهبری زیر انگشت رهبری جمهوری اسلامی هست، منابع دیگه فساد مالی در جمهوری اسلامی عملا کجاست؟ فقط بیت رهبری است اگر فساد اسمشو بزنیم. جناب چالنگ اجازه بدید من یه چیز درباره مذاکرات اضافه کنم. حتما. آقای ظریف در مصاحبه که با تلویزیون جمهوری اسلامی داشتن، اولا آقای ظریف متاسفانه دروغ گفتن. آقای ظریف گفتن که بله رو 4 ساعتی که نشستیم مذاکره کردیم با آقای جانکری و خانم اشتون و بعد یه 2 ساعت دیگه، 2 ساعت دیگه هم اضافه شد و بعد یه 2 ساعت دیگه همه اونا دنبال کسب رضایت ما بودن، ما در واقع حرفامون رو زده بودیم. این دروغ محضه. آقای دکتر سازگارا اشاره کرد مسئله این که ایران 20% رو فوراً متوقف بکنه، این یه شرط اساسیه. مسئله دوم گشودن درهای تمام تأسیسات به روی بازرسان بر پایه هر زمان رغبت دارن اونجا رو ببینن. اینا 2 شرط اساسی. تازه جمهوری اسلامی میخواست این نظام سویفت به کلی آزاد بشه. آقای جانکری بعد از سفرش به منطقه و بعد که برگشت گفت ما اجازه خواهیم داد یه مبلغ جزئی از این پولو بتونن بردارن و برای اولین بار روشن شد ادعای آقای احمدی نژاد مبنی بر این که ما 100 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی داریم دروغه. 45 میلیارد دارن، حد اکثر 50 میلیارد دلار، یعنی نصف ادعای آقای احمدی نژاد مثل تمام ادعاهای جمهوری اسلامی. در تهران هم وقتی آقای ظریف برگشت به اتفاق آقای روحانی رفتن پیش آقای خامنه ای و مشخص کردن که آقا جان ما باید غنی‌سازی 20% رو فورا متوقف کنیم، باید اجازه بدیم بازرسان بیان. دبیر کل آژانس هم مذاکراتی که داشت با آقای صالحی بر این محور دور میزد و خوشبختانه حرفای دبیر کل مبنی بر این بود که این پهلوان بازی های جمهوری ولایت فقیه دروغه، در واقع اینا سانترفیوژا رو خاموش کردن، در واقع بسیاری از سانترفیوژا برای غنی‌سازی متوقف شده در عراق، در نطنز و همینطور در فردو. بنابراین میخوام بگم بین اقوال جمهوری اسلامی و افعالشون چون نظام پایه و اساسش بر دروغ استواره و بر فریب، یعنی از روزی که این نظام به وجود آمد مردم رو فریب دادن که اصولا آقای خمینی در پاریس چیزهای دیگری گفت، در ایران چیزهای دیگری، از ابتدا به مردم دروغ گفتن در مورد جنگ ایران و عراق، سر تا پا دروغ گفتن و الان شما به فساد اشاره میکنید. بگذارید آقای چالنگی این تعبیر رو بکنم
جمهوری اسلامی رو میزی فرض کنید که یک رومیزی افتاده، برای بقای اینکه این میز سر پا بیسته به روی این رومیزی پونس هایی زدن. این پونس ها باند های مافیایی فساد و دزدی و غارت هست. هر مجموعه ای که اونجا هست به خاطر مصالح خودش مراقبه که این میز سر جاش باشه، و بنابراین کندن این پونس ها این میز رو لغ میکنه و سرنگونش میکنه. اینه که شما در برخورد با فساد، آقای احمدی نژاد میاد، من نمیدونم چی اسمشو بذارم، میگه من که مرد مبارزه با فساد بودم، مرد اول، حالا شما منو متهم به فساد میکنید. آدمی که روز آخرم که میخواد بره 16 میلیارد وام داره به خودش میبره. باند مافیایی وزارت نفت که آقای رستم قاسمی و قبل از اون میرکاظمی اینا رو آورده، آقای زنگنه واقعا باید بگم خیلی تلاش کرد بخشهایی از این باندها رو جدا کرد، ولی باندهای دیگه هستن. در وزارت بازرگانی وحشتناکه، باند دوست ها وحشتناکن. همین آقای حبیب الله عسکر اولادی تازه مسلمان که عمرشون رو دادن به شما و ثروتشون رو مجله فوربس 400 میلیون دلار برآورد کرده، بیچاره اون پدر و پسر چقدر اون بدبخت و ناسزا از مردم خوردن و دروغ شنیدن و بعد دیدیم که ثروتشون چی بود. اینا عسکر اولادی مسلمانش به اندازه تمام خاندان پهلوی بیشتر پول داره. و حالا شما در جاهای دیگه وزارت صنایع، این کشته شدن معاون وزیر صنایع که از آقای زمان آقای احمد نژادم بود که جنبه سیاسی و امنیتی نداره، برای چی بود؟ توسط مافیایی بود که ایشون هم شریکش بود. همین جنگ مافیایی میشه تعبیرش کرد آقای نورزاده، چون کاملا این جنگ پلیس هم گفته که اینا سیاسی نبوده، هیچ کدوم از این قتلا سیاسی نبوده. عرض میکنم خدمت آدمایی که رو بودن در گرجستان، در ترکیه، در قبرس، تمام اینا مرتبط به نظام مافیایی است. یه پدرخوانده اونجا نشسته و نیمچه پدرخوانده هم پای ایشونو میبوسن، خمس هم میدن و میچاپن و غارت میکنن ملت ایران رو. از زمان تاریخ، تدوین تاریخ ایران، هرگز حکومتی به فساد جمهوری اسلامی هرگز در ایران نیامد. آقای نورزاده، البته لطف کردید عمر آقای عسکر اولادی رو، این اصطلاح زیبای فارسی رو به ما دادید که خوشبختانه ایشون تا آخرین لحظه هم زندگی کردن، عمرشون هم دراز بود. امیدواریم در آن جهان خداوند اگر از گناهان ایشون بگذره. اما ثروتشون رو به کی دادن؟ قربونتون برم، آقازاده ها هستن، اخوی اسدالله خان هنوز در قید حیاتن، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چینن، در شانگهای و ماکائو وضعشون خوبه، میگوین با بعضی از سران سپاه در ماکائو کازینو و خانه قرمز هم دارن. هیئت مؤتلفه اسلامی که آقای عسکر اولادی از بنیانگذارانش بود نیست؟ بله بله، بله. و در قتل حسن علی منصور هم بله بله دست داشتن. ایشون بدون اینکه، یعنی اصلا مسئله دینشون مطرح نیست، جد ایشون در دماوند یک یهودی خیلی تاجری بازرگانی بود که کارش شراب اندازی بود و برای دربار ناصرالدین شاه شراب مثل بردو تولید میکرد. بعد اینا اومدن در پامنار و بعد مسلمان شدن و عنوان تازه مسلمان هم به این دلیل بود. من اینجا هم یادآوری کنم که در دماوند یک گورستان تاریخی یهودیان هست. بله. که امیدواریم این گورستان تاریخی رو به عنوان یک اثر واقعا ملی تاریخی همونطور که در کشور جمهوری چک گورستان یهودیان یکی از محلهایی هستش که محلهای دیدنی زیارتی و سالیانه هزاران نفر به اونجا میرن برای دیدار و زیارت و خواندن هر چه که هست آداب و سنن مذهبی خودشون. آقای سازگارا، ما وقتی چنین هست، چنین ابعاد فسادی رو آقای نورزاده هم اشاره کردن و بسیاری گزارش ها منتشر شده، حالا کارنامه آقای روحانی رو ما اگه بخواییم بررسی کنیم، برحال این صد روز ظاهرن گذشت نیست؟ این چه نکاتی درش هست که امیدوار کننده باشه؟ اعدام ها که ظاهرن بیشتر از قبل بوده اعدام پیدا کرده، وضعیت حقوق بشر کوچکترین تغییر مثبتی درش نبوده، شیرکو معارفی اعدام شد و بقیه، درسته که وانمود میشه
قوای سگانه از هم جدا هستند، اما دولت اسلامی کجاست؟ دانشکده مانک، روابط بین الملل دانشگاه تورنتو در کانادا، یک کار جالبی کرده بودن، برای آقای مرسی هم کرده بودند، یک روحانی میتر، یک روحانی سنج، سایتی درست کردن و وعده های انتخاباتی آقای روحانی رو روی اون گذاشتن. بعد از 100 روز ارزیابی کردند، اندازه گرفتند ببینن چند تاش انجام شده. از 46 وعده انتخاباتی آقای روحانی 4 تاش محقق شده، مثل بازگشایی خانه سینما یا برگردوندن اساتید به دانشگاه، که البته تعداد اندکی برگشتن، خیلی از اساتید کنار گذاشته شده برنگشتن. همین الان مجلس گریبان دولت رو گرفته و وزارت علوم رو داره سینجیم میکنه و دانشجویان رو هم. یکی دیگه از وعده ها بود که دولت گفته برمیگردونه، 1600 دانشجوی ستاره دار ما داریم یا 1300، الان یک لحظه شک کردم، و تنها 130 نفر برگشتن. بنابراین 10% یا کمتر این وعده تازه عملی شده. اینا اون 4 وعده است که دانشکده روابط بین الملل دانشگاه تورنتو گفته که میشه گفت انجام شده، اما 42 تای دیگه انجام نشده. به نظر من آقای روحانی یک استراتژی غلط رو انتخاب کرده. ایشون تمام همش رو گذاشته که آقای خامنه ای رو به جلب کنه، جذب کنه، با ایشون دعواش نشه، برای اینکه در درجه اول بره و مشکل اتمی رو حل کنه، بلکه تحریم ها رو برداره و دست به جاهای دیگه فعلا نزنه. در حالی که اولا آقای خامنه ای اصلا قابل اتکا نیست، ایشون هم خودش آدمی است که پشت آدم های بلافاصله خالی میکنه، هم آدم ضعیفی است که با فشارهایی که باندهای مختلف میارن تغییر عقیده میده. ثانیاً کسانی که دولت رو چوب لای چرخش میگذارن، اونها همونایی هم که باندای فساد و قدرت و ثروت هستن، همونایی هم که نقض حقوق بشر میکنن، همونایی هم که توی زندان بچه ها رو شکنجه میکنن و اینا از هم جدا نیست، همونایی هم که بخششون هم تو مجلس هست. آقای سازگارا، من عوض میخوام، اینجا یه سوال پیش میاد. ببینید، شما وقتی که میفرمایید که کسانی که چوب لای چرخ دولت میگذارن، این سوء تفاهم یا تعبیر ممکنه پیش بیاد که این چرخ دولت قصد داره به سود مردم به چرخه، اما کسانی اصلا چوب لای چرخ دولت میذارن و صفاتشون رو میفرمایید. در همین دولت ما وزیر دادگستری داریم که همه صفات رو که شما گفتید در ابعاد وسیع‌تر شاملش میشه. اگه دولت قصد داشت به سود مردم میبخشید چرخش به چرخه که آقای فور محمدی و امثاله هم رو، اتفاقا آقای چالنگی، دولت آقای روحانی الان درست 3 بخش شده. یکی از مشکلات این است که آقای روحانی ضعف مدیریت از خودش نشون داره میده و این 3 بخش دولتش رو نمیدونه جمع کنه. یک بخش همین آدم کشا و امنیتی ها و اینا امثال آقای فور محمدی هن. یک بخش وزیرای تکنوکراتی هن که مثل آقای نعمت‌زاده، آقای زنگنه، آقای حجتی و غیره، که میخوان کار کنن، چرخ کارخونه و کشاورزی و نفت و اینها رو برکت بنزن. یه بخش تیم اقتصادی ایشونه، تیمی که آقای طیب نیا وزیر دارایی و نوبخت رئیس سازمان برنامه و آقای سیف که البته در دولت نیست، رئیس بانک مرکزی، ولی این 3 نفر باید راهبری اقتصادی بکنن. این اقتصادی ها میفهمند آقای چالنگی، اصلا موضوعی نیست که حالا دولت بخواهد کاری بکند یا نکند. من هم به عنوان کسی که اقتصاددان نیستم ولی مصرف کننده اقتصاد هستم، به عنوان یه سیاست پیشه ایرانی در این حد میفهمم اقتصاددان ها به ما میگن ایران، واقعا نه به این که من آدم منتقدی باشم اینو بگم، اقتصاددان های تو خود دولت هم میگن ایران واقعا آقای چالنگی در خطره. یعنی ابعاد
مشکل اقتصادی که اقتصاددانا میگن در لبه اصطلاح به اصطلاح فروپاشی اقتصادی یا کلپس اقتصادیه، یعنی تولید ناخالص داخلی کشور شده نزدیک فقط به نصف کل نقدینگی کشور. یعنی به زبان دیگه الان فقط با امیدواری مردم قیمت ها اینجا وایستده. اگر صبح مردم از این صحنه ها با یه حادثه یهو اتفاق میفته بدانن که این پولی که دستشونه در واقع فقط معادل نصف ارزش این پول کالا در کشور کلا هست، استعداد این هست که قیمت ها در یک شب زرد در دو یا حتی به دلیل سرعت زرد در چهار بشه. یا فروپاشی های دیگه‌ای که هست و اون مسئله فساد. ببینید فسادی که کشور رو گرفته، این قتل های مافیایی وار که سر مسئله بنادر در واقع سپاه یا باندای سپاه با وزارت صنعت و معدن درگیرن چون اونجا نمیخوان واگذار کنن کارهایی که دستشونه و معاون رو میزنن میکشن، این هم فقط تهدید اقتصادی نیست، تهدید امنیتی کشور. بسیار آقای نوریزاده، ارزیابی شما رو درباره کارنامه صد روزه آقای روحانی میشنویم. دولتی که مذاکرات اتمیش برخلاف اون چیزی که وعده داده بود اختیارات تام نداره، آقای سازگار هم اشاره کرد باید باز با رهبری مشورت و کسب تکلیف کنه، و در عرصه اقتصادی در عرصه حقوق بشر چرا چالنگی؟ آیا چرخش واقعا به سود مردم داره میچرخه و کسانی از بیرون چوب لاش میذارن، یا نه این چرخ اساسا راه دیگری رو، راه ولایت و فقاهت رو در پیش دارن؟ ببینید جناب چالنگی، ما اولا با یه مشکلی روبرو هستیم در ایران به نام ولایت فقیه. تا زمانی که ولایت فقیه وجود داره که خوب نمیتونه داشته باشه، حالا چه خوب چه بد، کشور ما روی سعادت و آرامش نخواهد دید، اقتصاد ما معالجه نخواهد شد، چون ولایت فقیه بدعت نامبارکی است که تمام قدرت رو متمرکز میکنه در وجود یک فرد، مشتی مداح و جیره بگیر و مزدورم دور ایشون میریزن. دیشب سخنرانی حسن نصرالله رو گوش میدن، ایشون طوری حرف میزد، یک فاتح بزرگ که با بودن سید علی آقا و با بودن بشار اسد دنیا رو به زودی خواهند گرفت. این اطمینان رو کی بهش میده؟ میلیاردهای دزدی شده از جیب مردم ایران بهش این اطمینان رو میده. سلاحایی که به دستش میرسه با پول ملت ایران، با پول اون مادری که بچه سرطانیش گوشه بیمارستان میمیره و پول شیمی درمانی نداره. این است که میخوام بهتون بگم نظام از ریشه فاسده، از پایه فاسده. اما این دلیل بر این نداره که اگر انسان‌هایی بودن و خواستن قدمی برای مردم بردارن بگیم این کارو نکردن. چرا کردن؟ گفتن آقای سازگار و آقای زنگنه کرد این کارو تو وزارت نفت. بنده نه آقای زنگنه رو میشناسم نه، ولی اخبار رو میبینم، آمار از درون شرکت نفت، چون دنبال پرونده مافیا هستم. آدم‌هایی کار کردن، آقای حجتی کرده، آقای خوب اینا، آقای نوریزاده نهاوندیان نیست که نه. ببینید منظورم اینه، کسانی هم که میخوان کاری بکنن چون نظام فاسده، چون از ریشه خرابه، اون آدم ها هم یا فلج میشن یا استیضاح میشن یا تهدید میشن، کاری نمیتونن از پیش ببرن. برابری آدم ها، شاید آقای روحانی هم حسن نیت داشت، همه دوست دارن خوشنام باشن، مردم بگن چه آدم خوبیه، چه رهبر خوبیه، ولی چون نظام فاسده، چون از اصلا استخونش فاسده و همه چیز روی دروغه، چهار تا آدم صالح هم نمیتونن کاری بکنن. کما که آقای خاتمی نتونست. آقای خاتمی آدم درستی بود، نتونست این کارو بکنه. دزد نبود، اهل کلک زدن نبود، نمیدونم آدم مصلحی بود، نتونست، به خاطر اینکه نظام فاسده. به این نقطه میرسیم تا زمانی که آقای چالنگی ولایت فقیه هست، این ملت عزیز روی سعادت نخواهد دید. باید ملت به فکر عبور از ولایت فقیه باشه. نکته دیگرم بگم، شما در صحبتاتون اشاره فرمودید به اعدامها، کشتارها که واقعا وحشتناکه. نکته رو خدمت رو عرض بکنم، از روز اولی که جمهوری اسلامی روی کار آمد، هرگاه در روابطش با خارجی ها فرجی حاصل شد و کمی با خارجی ها نزدیک شد، در داخل
قلع و قمع و کشدار و سرکوبی مردم بیشتر شد. این طبیعت نظام جمهوری اسلامی است. به خارجی باج میده که خارجی رو دهانشو ببنده، میگه تو هیچی نگو، من داخل هر کاری دلم میخواد انجام بدم، چهاردیواری و اختیاری من هر کاری دلم میخواد بکنم. کشورهای دیگه هستن، مگه دوست شما آمریکا نیستن؟ در این کشورها هم از این کارا میشه، شما هیچی نمیگید، در مورد ما هم هیچی نگید، مخلصونم هستیم. هر کاری با آقای زیباری مصاحبه کرده با الحیات، میگه در جنگ عراق جمهوری اسلامی نمایندگانش با امریکا در ژنو ملاقات کردن، همکاری کرده، در مورد افغانستان همینطور، ولی سرکوب مردم هیچ وقت متوقف نشد. و من بسیار متاسفم که آقای اوباما به آقای روحانی چیزی در این زمینه نگفت. آقای جان کری هم سخنی در این باب به آقای محمد جواد ظریف نفرمود. در همین مصاحبه آقای چالنگی، جناب چالنگی صدای ما رو دارید انشالله. با پوزشی دوباره از شما هست. خواهش میکنم. آقای ما صداتون رو داریم آقای چالنگی، بفرمایید. آقای زاده در بله بینندگان ما اشاره میکنیم، آقای هوشیار زیباری این نکته رو گفته که وقتی آقای احمدی نژاد اومد به عراق، ایشون مأمور تشریفات بوده که به اصطلاح پذیرایی کنه این ور اونور ببره، جایی هم سربازای آمریکایی ایشون عکس گرفتن و بله به اصطلاح خیلی هم تعجب کردن که نیروهای آمریکایی این همه زیاد هستن در از کنم عراق و فرودگاه و اینا، یعنی آقای احمدی نژاد چون عکسی هم دارن. بله بعدم نیست، خیلی هم خوبه، اشکالی ما درش نمیده. این سربازه به نظرم پدر همون بچه ای بوده که تو نیویورک اومده گفته محمود ایشون نشون مکسیکی آقای احمدی نژاد. عجیبه. به هر حال آقای سازگارای عزیز، آیا چنینه؟ آیا واشنگتن واقعا چشم بسته بر نقض مستمر حقوق بشر در ایران، اعدام های بلاوقفه، شیرکو معارفی، بقیه زندانیان سیاسی که همچنان زیر شکنجه و آزار هستند، از آقای کاظم‌نیا بروجردی گرفته تا بقیه زندانیان سیاسی از هر نهله و شیوه فکری که هستند، دانشجو، معلم، وکیل، فعال سیاسی، فعال حقوق زنان، فعال دانشجویی، مذهبی، همه همه آمریکا چشم بسته، آقای جان کری چشم بسته بر نقض حقوق بشر در ایران. ببینید واشنگتن که میگیم، یادمون باشه واشنگتن یک کل یک پارچه نیست. دولت آقای اوباما الان یک استدلال ساده‌ای داره، میگه من اگر بیام بحث حقوق بشر یا حتی تروریست بودن رژیم ایران رو بکنم و وصلش کنم به تحریم ها، رژیم ایران میفهمه که خب اگر اتمی رو هم متوقف بکنه ما تحریم ها رو بر نمیداریم، بنابراین اتمی رو راه ادامه خواهد. ما مسئله اون الان این است که اتمی متوقف شه، بنابراین فقط راجع به این موضوع حرف میزنیم، چون ساعت هسته‌ای زودتر از سریعتر از ساعت دموکراسی در ایران حرکت میکنه، مثالی که چند ساله میزنن. ولی این سیاست منتقدان جدی داره در واشنگتن، در کنگره امریکا لایحه‌ای که الان اینقدر محل دعواست در مجلس نمایندگان، مجلس پایین دستی، با 400-20 تصویب شده و در سنا هست، و هفته گذشته چهارشنبه‌ای که گذشت آقای کری رو دوباره سنا خواستن، آقای بایدن هم باز رفت، آقای اوباما هم دیروز پنجشنبه علنی صحبت کرد و همه به دست و پای سناتورها آویزون شدن که در سنا این تصویب نشه تا دور بعدی مذاکرات. این لایحه جدید فصل یکش صراحتاً میگه که هر کس، هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که به نوعی نقض حقوق بشر در ایران کرده
برابر لیستی که در لایحه هست 30 نفر رو اسم آورده. نفر اول هم نوشته رهبر ایران آیت الله خامنه ای. اینها مشغول تحریم امریکا میشن. هر مؤسسه حقیقی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که در دنیا هم با این آدم ها رابطه بگیره و معامله معاشرت بکنه، اون هم مشمول تحریم امریکا میشه. این لایحه و سپاه رو تو همین فصل یک این قانون میگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان تروریستی است، کلش، نه فقط نیرو قدسش که قبلا سازمان تروریستی شده. ببینید این لایحه بسیار تند از این جهت و احتمالا اگر سنا تصویب کنه این رو و بیاد، روش امریکا اینجوریست که سنا هم لایحه خودش رو مینویسه، بعد میان کمیته تجمیع میذارن، دو تا مجلس نهایی میکنن میدن بیرون، احتمالا در تجمیع ممکن است که این مسئله پارازیت ها روی ماهواره که ایران غیر قانونی خلاف آکیو در واقع اون پیمان بین المللی فرکانسا که ایران امضا کرده داره پارازیت غیر قانونی تولید میکنه و یا ماهواره ها رو ببنده، مردم رو به سرطان دچار میکنه، سردرد دچار میکنه و غیره، این هم احتمالا به قانون و فصل یکش اضافه خواهد شد. بنابراین در واشنگتن میخوام بگم حالا غیر از ده ها مؤسسه حقوقی غیر انتفاعی غیر دولتی و اندیشکده و اینها هم که بحث حقوق بشر رو میکنن، در خود مجموعه حکومت هم دولت اوباما زیر فشاره. ضمن این که انگلیس ها آقای چالنگی در این ماجرای 5+1 در ژنو یک موضع جدید آوردن وسط. انگلیس ها در واقع یک ذکر جدیدی رو گرفتن و اون این است که میگن ایران در آستانه فیل استیت شدنه، در آستانه در واقع فروپاشی حکومتی قرار گرفته، دولت ناتوان و مزمحل شده. به همین دلیل و ما در منطقه فیل استیت لیبی رو داریم، سوریه رو داریم، عراق رو داریم، تحمل یکی دیگه نیست. انگلیس ها اصلا از یه موضع جدیدی اومدن میگن یه مقداری برای ایران از این 50 میلیارد دلار پولش یه خورده رو آزاد کنیم، صحبت 20 تا 40 میلیارد دلاره که بلوکه شده پول نفت ایران، این بلکه از این سقوط اقتصادی بیاد بیرون. این اصلا یک منظر دیگه است. مسئله حقوق بشر رو ما صحبت نمی‌کنیم. مرادم این است که یک پارچه نیست که همه فقط حقوق بشر رو کنار گذاشته باشن یا از یه زاویه فقط به هسته‌ای نگاه کنن. الان چند وجهی شده این داستان مسئله ایران. خب همونطور که اشاره شد در آمریکا، کنگره آمریکا یا مجلس نمایندگان الان اکثریت با جمهوری خواهان هست و در سنا اکثریت با حزب دموکرات هست. این لایحه با تأکید بسیار برای تصویبش از طرف اکثریت مجلس نمایندگان مورد، یکی از موضوعات مهم مورد بحث الان هست در واشنگتن در ارتباط با ایران. اما آقای نوریزاده، وضعیت منطقه، وضعیت وقتی نگاه میکنیم به اطراف ایران، خب در مصر ما میبینیم که روسیه، مسکو و قاهره با رفتن وزیر دفاع و وزیر خارجه روسیه به قاهره، دیدارشون با رهبران مصر، تأکیدشون بر اینکه امنیت در مصر و ستایش از نقش ارتش مصر در برقراری استقرار و امنیت و برچیدن بساط اخوان المسلمین که به هر حال دلایل خودش رو داشت، این ستایش کرد مسکو رسما. اون سوتر در سوریه میبینیم اما نیروهای دولتی خبرهایی از پیشروی دارن میکنن. دیدار اخیر وزیر خارجه ترکیه بود از عراق بعد از مدت ها که ابراز نارضایتی آنکارا رو از دخالت های ایران در منطقه در عراق کم و بیش بینندگان ما در جریان هستن. مجموعه اوضاع رو که ما داریم نگاه میکنیم و به خصوص امروز هم خبری بود که اخوان المسلمین در صدد یک توطئه گسترده بود برای به اصطلاح شبه کودتایی در قاهره، و مجموعه اوضاع رو که نگاه میکنیم منطقه داره به چه سمتی میره؟ آیا به همون سمتی میره که رهبران تهران میگن، داره به سمت اسلامی شدن میره یا نه به طرف، یا هر کشوری به کدوم سمت؟ بله، یعنی دقیقا باید اینجا قائل شد به اینکه هر کدام رهی را میجویند. در مصر چون پایه و ریشه دولت سر جاش مونده، ارتش قدرتمندانه حضور داره، بنابراین ما میبینیم که
گروه مخالفان اخوان المسلمین علارغم همه حمایتی که ازشون در سطح بین المللی شده نمیتوانند غیر از یه تظاهرات چند هزار نفره اینجا و اونجا را بیندازن. آقای مرسی هم هنوز مدعی باشه من رئیس جمهوری ام و علیه من کودتا شده. به اعتقاد من قانون اساسی مصر به زودی تصویب میشه. الان یه مقدار اختلاف سر اون و کوتایی که برای زنان و اقلیت‌ها باید در نظر بگیرن. بعد انتخابات برگزار میشه. این نقشه راه رو امریکاییان پذیرفتن. آقای کری در آخرین سفرش اینو گفت، از مصر تقدیر کرد به اینکه حالت فورس ماژور یا حالت فوق‌العاده رو برداشتن و محاکمه مرسی هم انجام شد، اتفاق عجیبی نیفتاد. اما نظر به چپ مصر بسیار مهمه. انور السادات در سال 1973 بعد از جنگ پیروزمندانه اکتبر یا رمضان، انور السادات نظر به راست کرد و با امریکا وارد معامله شد. ارتش مصر تا 80% تسلیحاتش آمریکایی و غربی شد. اون 20% هم که داشتن مقدارش رو به عراق دادن در جنگ با ایران و مقدارش هم موند. الان وزیر خارجه روسیه به همراه وزیر دفاع میره از جنرال سیسی ستایش میکنه، با نظیر همتای مصریش آقای فهمی گفتگوهای اساسی میکنن و صحبت از 1.5 میلیارد یا بیشتر سلاح روسی و همینطور نیروگاه اتمی برای مصر. این مصر در مورد سوریه، درسته ارتش سوریه به همراه حزب الله، حزب الله که یکی از رهبرانش میگه اگه ما نبودیم اسد 2 ساعته سقوط میکرد. خب حزب الله هم در اونجاست. اینا پیروزیایی در چند جا داشتن به علت نفرت مردم از گروه های اسلامی داعش و جبهه نصرت. حتی ایمن الزواهری پیغام داد که این گروهی که میگن ما جبهه به اصطلاح اسلامی عراق و شام هستیم بی خود کردن، بیان کنار و در امور در این درگیرها شرکت نکنن. ارتش آزادم ناراحت از اینکه بهشون کمک های لازم رو ندادن. ائتلاف در استانبول نشست، موضعش رو راجع به ژنو 2 مشخص کرد که ما در این صورت به ژنو 2 میریم که اسد حضور نداشته باشه. به نظر من سوریه هم نباید خیلی نگران بود، گویا اینکه جمهوری اسلامی از طریق اتحادیه دموکرات وارد شده، کردهای پی‌پی‌کی داره پول بهشون میده، اسلحه میده، اسلامی ها رو میزنن کنار، ولی در واقع در اونجا مرتبط هم با رژیم بشار هست. لیبی هم وضع به نظر من چندان مطلوبی نداره، ولی با این همه تمام تلاش ها رو داره نخست وزیر میکنه و شورای ملی که آرامش رو برقرار کنه. به گمان من مصر رو نگرانش نیستم. خود شما آقای چالنگی هم تجربه و هم دانش بسیار در مورد مصر دارید. مصر از چنگ اخوان به در آمده و اخوان تلاشاشون بیهوده است. آقای چالنگی هستن یا ارتباط قطع شده؟ بله، حضورتون عرض کنم این اسکایپ این دفعه با ما یاری نکرد، رفاقت نکرد و چندین نوبت تهیه کننده برنامه، نویسنده برنامه، مجری برنامه آقای چالنگی چندین نوبت قطع شدن. از این بابت من پوزش میخوام. من تو استودیو هستم، نمیدونم در اتاق فرمان، برنامه هم زنده است داره پخش میشه و در اتاق فرمان چه اتفاق میفته نمیدونم. به هر حال من صحبتم کردم، آقای سازگارم، من از جانب آقای چالنگی سوال میکنم، آقای سازگارا شما در واشنگتن اوضاع رو چه جوری میبینید؟ نگاه واشنگتن به منطقه چه جوری است؟ بله، اتفاقا واشنگتن اوضاع آقای اوباما اصلا خوب نیست. یعنی این حالت جنگ سرد، مجدد فضای جنگ سردی در خاورمیانه که روسیه پوتینی به مصر نزدیک شده، به پادشاه عربستان زنگ زده، قرار است آقای نتانیاهو در رأس یک هیئت اسرائیلی به مسکو بره، در واشنگتن آقای اوباما رو به شدت زیر فشار گذاشته. آقای اوباما بعد از اینکه این داستان بیمه اوباما، در واقع بیمه سلامتی اوباما، با مشکلات جدی مواجه شد، سایتش دام شد، پایین اومد و منتقدین این برنامه رو زبونشون رو باز کرد،
در موضع ضعیفی قرار گرفته و محبوبیت ایشون به 39% رسیده. یعنی آقای بوش که خیلی نامحبوب ریاست جمهوری رو ترک کرد، 38% ریتینگ داشت، محبوبیت داشت، از دفتر رفت بیرون. بنابراین آقای اوباما الان به شدت زیر فشار آقای نوریزاده و به نظرم این ماجرای چرخش مصر به روسیه میتواند فشار جدیدی بیاره. دیروز یکی از مفسرین امریکایی که قبلا خودش هم کنگرسمن بوده، نماینده کنگره بوده و الان یک برنامه سیاسی خیلی موفقی داره به نام گود مورنینگ جو، ایشون میگفتش که حالا ملت امریکا یاد میگیرند که یک سناتوری رو که فقط 2 سال سابقه سنا داشته رئیس جمهور انتخاب نکنند، برای اینکه رئیس جمهوری امریکا آدمی میخواد که بتواند در لحظه تصمیم بگیره. متاسفانه آقای اوباما در تصمیم گیری ها تعلل میکنه، این رو منتقدینشون میگن، و کابینه ایشون هم وزیر دفاعش، وزیر خارجش، معاون رئیس جمهورش، حتی مشاور امنیت ملیش خانم سوزان رایس، هیچ کدوم یا سناتور بودن یا تجربه اجراییشون بسیار اندکه. به همین دلیل دولت در امریکا در واقع تصمیم گیر نیست. این تعلل ها در امریکا باعث شده که در خاورمیانه در واقع حریفی مثل آقای پوتین فرصت رو مغتنم بدونه و فوری حرکت کنه. وقت تو این گیرودار آقای اوباما قماری رو کرده که پولش رو مقدار زیادی روی اسب ایران شرط بندی کرده، یعنی احتیاج داره به اینکه داستان هسته‌ای به یک جایی برسه. به همین دلیل هم وقتی فرانسه پاشو سفت گذاشت، پاره سناتورهای منتقد آقای اوباما مثل آقای جان مکین گفتن ما میگیم زنده باد فرانسه با شل اومدن آقای جان کری. و به همین دلیل هم در واقع میشه گفت سرنوشت مذاکرات هسته‌ای هم به یک جور گره‌گولهی برخورد کرده که اصلا جدا از مسائل خاورمیانه و مسائل واشنگتن نیست. آقای سازگاری، یه نکته که من به نظرم قابل تأمل هست اینه که آقای جورج بوش هم شاید اون تجربه تورانی رو نداشت، ولی آدمایی که دور و برش بودن از جرال کالین پاول تا کاندلیسا رایس و بقیه که نگاه میکردی آدمایی با تجربه تری بودن. حتی آقای اوباما در دوره اول خانم کلینتون رو در کنار داشت، ولی امروز به نظرم ما یه مقدار دوچار سرگشتگی. جناب چالنگی میبخشید، بنده جسارت کردم و شما که قطع شده بودید این بحث رو ادامه دادم. بله، اسکایپ آقای اوباما، آقای اسکایپ آقای چالنگی بس که بله، با مشکل مواجه شده. این خط اینترنتی یه مقدار دچار مشکل، حالا ما میگم در صدد هستیم که انشالله استودیوی واشنگتن وقتی رو به راه بشه که حتما شما هم مساهمت خواهید کرد در اون و آقای چالنگی اون استودیو رو در صددن برپا کنن، ما این مشکلات رو حل خواهیم کرد. پیش میاد کار فنی. آقای چالنگی جمله خیلی خوبی گفت که اشاره کرد که در واقع ما ایم و نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریف ما ایم، ما برگ سبزیست توفه درویش متا و عشقه. اینطور نیست آقای سازگارا؟ بله، به هر حال توی کار زنده همیشه این مسائل هست و بینندگان و بینندگان بزرگوار ایران فردا هم به ما میبخشن. به هر حال به قول شما همینه دیگه. حالا بله، امکانات ما امکانات دولت ها نیست که تلویزیون را افتید. بله، و چیز هم بود آیه. بله، ولی آقای نوریزاده به هر حال ببینید کابینه آقای بوش، شما وقتی برمیگردید نگاه میکنید آدم های کارکشتهی که توی بله، کابینه های بوش پدر و ریگان کار کرده بودن، مثل آقای وزیر دفاع ایشون، مثل معاون اول ایشون و وزیر خارجه ایشون، اینها کسایی بودن که تجربه داشتن، تصمیمات اجرایی میگرفتن. خود آقای بوش هم قبلش فرماندار تکساس، بزرگترین، یکی از بزرگترین ایالت ها بود.
در امریکا اصولا از بعد از جان اف کندی که سناتور بود و رفت تو کاخ سفید، آقای اوباما اولین سناتوری که رفت تو کاخ سفید. امریکایی ها به قول معروف زیاد درسته باهوش رای میدن و به فرماندارها که ایالتاشون هر کدوم اندازه سالای کشور بزرگتره راحت تر رای میدن. ممنونم جناب سازگار. من باید از جانب جناب چالنگی از شما تشکر کنم، از بینندگانمون، از حوصلتون که این مشکلات پیش اومد. جملات زیبای جمشید عزیز رو باید خودش بگه، اون بدرودی که میکنه متعلق به جمشیده. من میگم ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان همواره در اهتزاز باد. با سپاس بسیار از شما و درود بسیار به جمشید شالنگی و پوزش از این مشکل فنی.